تشکیل پرونده برای جناب آقای حمید نوری جنبه سیاسی داره و تحت القاعات منافقین و معاندین این پرونده تشکیل شده. در واقع نمیتوان اسم چنین پرونده‌ای رو پرونده قضایی گذاشت. یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی کشور سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خودشون رو در حق ایشون رعایت نکرده. ما در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم، چه اسناد بین المللی، چه اسناد منطقه‌ای و چه حقوق داخلی، برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظر گرفته شده که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشه. ولی متاسفانه در این پرونده کوچکترین استاندار رعایت نشده. به حقوق، نه تنها حقوق دفاعی، به حقوق انسانی ایشون هم توجه نشده که من به چند مورد اشاره می کنم که همین شبکه‌های بین‌المللی این کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند که حق این شخص تضییع شده و به معیارهایی که خودشون وضع کردن توجه نمیشه. شما توجه بکنید، این شخص از زمانی که بیش از 2 سال هست دستگیر شده در سلول انفرادی به سر میبرد، از کمترین حقوق انسانی برخوردار نیست. به مدت 7.5 ماه بعد از دستگیری حتی اجازه ندادن که خانواده ایشون به صورت تلفنی با ایشون صحبتی داشته باشن. به مامورین کنسولی ایران هم اجازه ندادن. حتی مدت‌ها خانواده اون بی اطلاع بودن که چه بلایی به سر ایشون اومده. به مدت 2 سال اجازه ندادن که خانواده ایشون با ایشون ملاقات حضوری داشته باشن، با وجود این که بارها مراجعه کردن به مقامات قضایی کشور سوئد، اما چنین اجازه ای داده نشد. یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است. یعنی متهم باید بتواند وکیل خودش رو معرفی بکنه که ازش دفاع بکنه. این شخص وکیل معرفی کرده ولی وکلایشون نپذیرفتن، اومدن وکیل تذکری یا وکیل حکومتی به تعبیر خودشون برای ایشون انتخاب کردن. این شخص بارها اعلام کرده که تحت شکنجه نیروهای انتظامی اونجا قرار گرفته، کسی بهش توجه نکرده. دچار بیماری چشمی هست، اعلام کرده من دارم کور میشم، تقاضای پزشک کرده، تا کنون اجازه این رو ندادن که پزشکیشون رو معاینه بکنه. دادگاه در شرایطی برگزار میشه که یک جو رسانه‌ای سنگینی برش حاکم هست. هر متهمی حق داره در جهت دفاع از خودش شهود معرفی بکنه. ایشون شاهد معرفی کرده، شهود ایشون رو نپذیرفتن، ازشون تحقیق نکردن، در حالی که مخالفین بهشون اجازه داده شهود معرفی بکنن، بیان مانور بدن، شهادت بدن علیه این شخص. ایشون یک انسانه، نباید به حقوق انسانی این شخص توجه بشه. مدعیان حقوق بشر کجا هستن که یکشون این شخصی تحت تأثیر القاعات منافقین توسط دستگاه قضایی کشور سوئد بازداشت شده و از حقوق انسانی و دفاعی برخوردار نیست؟ و من توصیه میکنم به مقامات قضایی کشور سوئد که به رسالت اصلی خودشون برگردن، به کار قضایی خودشون عمل بکنن، به وظیفه خودشون عمل بکنن، تا
تحت تأثیر القاعات سیاسی و جو سیاسی قرار نگیرن و مطمئن باشن. این یک لکه ننگی نیست بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد که آیندگان در مورد اون قضاوت بدی خواهند داشت. اما در مورد دفاع از حقوق ایشون، خب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خودش دفاع میکنه و ایشون هم تبعی کشور ایران هست. همکاران ما در دستگاه قضایی بخصوص معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری های لازم رو داشتن و پیگیری ها در حال انجام هست، هم در جهت معاضدت حقوقی هم در جهت پیگیری و دفاع از حقوق این شخص، و همچنان ادامه خواهد داشت.